اینو میخوام بگم، اگر تو آدم اهل خانواده این نباشی، آیا میتونی یه نقشی رو بازی کنی که توی خانواده مثلا نقشی پدری، نقشی برادری؟ تو اگه تجربه نکرده باشی این فضا رو که نمیتونی در مورد این موضوع کار به دل نخواهد نشست به نظر. آره. هیچ وقت دوست داشتین که تجربه کار مثلا تئاتر یا کار بازیگری یا نمایش یا اینا رو هم داشته باشی؟ تجربه بازیگری، حالا بازیگری یا اصلا یاد گرفتن این فضا رو، این امکان رو؟ والا من خیلی دوست دارم که نگاه کنم، ولی خود تجربه کنی نه؟ نه حقیقت. چون من فکر میکنم نظر شخصی من اینجوریه که استعدادی که خدا به من داده و در واقع توانایی انجامش دارم در حیطه موسیقی هستش و خوندن. خب حالا میخوام من فکر میکنم آره منظور آقای سلوکی اینه که فکر میکنی چقدر دونستن بازیگری توی این کار بهت کمک میکنه. آها. توی همچین لحظاتی. بله. و استفاده از فنونش یا فنهایی که بالاخره داره برای اکت داشتن بالاخره توی کنسرت هم میتونه کمک واقعا میکنه. کمک میکنه و من اتفاقا یه کاری دارم انجام میدم جدیدن برای کنسرت هم که اصلا کارگردانی میشه و حتی روی میزانسن از هم دیدم برای تو خدا فقط کار کردن خوب کار کن. بعضی آره. میگن من کارگردان، چون من یک دو تاشو رفتم دیدم. آره. بعد طرف میگه من کارگردانم. اینا اومده بود من مثلا اسم نمیذارم اسم رفقامونو، بنده خدا مثل تو هم اعتماد کرده بود به یکی که گفته من کارگردانم. آقا ما رفتیم دیدیم فاجعه بود. بعد بهش گفتم آقا چرا؟ گفت آقا من چه میدونستم اومد که من کارگردانم. تو کارم اون نه نه ولی واقعا خیلی مهمه، چون اون شو در واقع داستان، حالا چه اکت نوازنده چه خود خواننده، یک در واقع پروسه متفاوت و جداگونه است از خوندن، ولی خب هم وصل. حالا میخوام همین رو اینوری بپرسم که الان تو دنیا میبینیم که یه بازیگر وقتی میشه یه بازیگر که وقتی قرار شد توی کار بخونه میخونه دیگه، وقتی قرار شد مثلا شما میکار اکشن انجام بده و ورزشکار باشه مثلا تو اون کار قشنگ رسما طرف ورزشکاره، اگه قرار شد مثلا یه فوتبالیست باشه فوتبالیسته، اگه قرار شد یک خواننده باشه دیگه خواننده است، یعنی قشنگ میتونه بره رو اون صحنه و اجرا کنه. آیا ما این کارو میتونیم بکنیم؟ داریم این امکان رو و اصلا بازیگرامون اینجوری دارن تربیت میشن؟ به نظر اولا که سعی بر اینه که مثلا تو جاهایی که کلاسایی که یا آموزشگاه‌های بازیگری که معتبرن و حتی دانشگاه بازیگری که این اتفاق بیفته، یعنی بازیگر اسب سواری بدونه، به پرورش بدنش فکر کنه، انجام بده. البته نه اینجوری دیگه. نه. این غلطه جسمانی. آره. اون غلطه. اون میشه نقش خاص. آره مثلا تو فکر کن مثلا قرار باشه نقش یه چیزو بازی کنی، نقش مثلا معتادو. راست میگی نقش یه معتاد بازی کنی تا اینجا کول داشته باشی. بعد مثلا اینجوری هم وایسی و رابری و لباسای شیک کم بپوشی. دیدی بعضیا کله اینا دارن توی وای من چند وقت داشتم یه کاری رو می‌دیدم. خنده دار بود. دو تا کاراکتر داشت که مثلا دو تا کاراکتری که اینا با هم بد بودن، بعد یکیشون مثلا معلوم بود که این آدم پولداره خیلی فلانه، یکیشون مثلا قرار بود کارمند اون پولداره باشه. وای عالی بودن اینا، عینک می‌زدن مثلا اینجوری لباسا و چلوارای اینا، بعد تو میگفتی الان این رئیس اونه اون رئیس اینه، راه رفتن همه هم هیکلا اینجوری می‌گرفتن جلو، خیلی فوق‌العاده. این که داره میگی کاملا درسته. من شنیدم که تو ورزش حرفه‌ای می‌کردی ولی به خاطر همین موضوع اصلا گذاشتی کنار. بله بله، یعنی ازم خواستن که این کارو ادامه ندم به خاطر اینکه بعد درست میگفتن کارگردانه بزرگی که این قضیه لطمه میزنه به بازیگری، تو باید یه اندازه‌ای ورزش کنی که آمادگی جسمانی داشته باشی صرفا همین. آره من به شکل حرفه‌ای ورزش جودو فوتبال هم که یه ذره قبل‌ترش رو ادامه میدادم، بعد که دیگه یه ذره حالا یه سر آسیب دیدگی‌هایی داشتم یه چند سالی هم در حد بوکس بود و بعد دیگه فقط یه بدنسازیه. بعد بازیگریه که اتفاق افتاد، حالا یه موقعی که در حد علاقه و تلاش برای رسیدن بود که هیچی، ولی وقتی اتفاق افتاد دیگه واقعا گفتن آقا آسیب میزنی به سر صورتت. آسیب خورد به سر صورتت؟ زیاد. این تازه حالا آسیب خورده شده دیگه. ولی خوب آسیبی بوده این چیزی که معلومه. جواب داد. آره خوب شده. آره ولی خب بس گذاشتش کنار دیگه کلا. آره آره. هر چیزی یه حد و اندازه‌ای داره دیگه. من منطق داشته باشم. ولی من دوست دارم جای این ژانر خالیه. تو کشورمون اکشن نداریم. نداریم نه. شوخیه اونایی که داریم. شوخیه.
مثلا تک و توک یه چیزای خوبی میبینم مثلا دیگه مثلا بخندیم ها 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 زدم اول یه چیزای خوبی توی فیلمای میبینم یه سکانسای خیلی خوبی مثلا در حد یه کوچولو آره دو ثانیه رد میشه من صحنه تصادف تقاطع آره خوبه آره داریم لحظات خوب تو سینمامون هی فکر کلا جاش خالیه دیگه خب خیلی دلایل مختلف و متفاوتی هم داره دیگه این ساخت این فیلمام یه تخصصه که متاسفانه ما خیلی این تخصص رو نداریم مگه اینکه هر از گاهی یه خلاقیتی از یه کسی سر بزنه امکانش فراهم بشود جاش باشه و هزار تا موضوع دیگه ای که باید پیش بیاد قبل از بوکس فکر کنم اگه یه ذره بیشتر کار میکردم یه دو تا مشت دیگه میخوردی احتمالاً درست سر آقا نشون بدیم از راه دور تخصص علی بیاناتی اینه که در 30 ثانیه بکشه خودت از مدل خودت کدوم دوربینه این و الان نمیدونم بچه‌ها بگیریم ببینیم کدومه الا همین واسه داره میگیره ما رو آره این اینم چقدر خوبی عالیه آره خیلی خوب این تصاویری هم که راستی بگم پخش شد خانم اسمشون یادم خانم صابر از فیروزآباد دارن فرستادن که ازشون تشکر میکنیم خیلی ممنون ما یه کاری انجام میدیم یه قول دادیم بچه‌ها ما گفتیم به بیننده هامون که لطفاً برامون عکس فیلم نمیدونم هر چیزی که فکر میکنین بفرستین فیلم قشنگ فیلم میفرستن کلیپ میسازن میفرستن حالا میخوایم توی یک فرصتی اینا رو توی یک جشنواره شرکت بدیم یعنی آثاری که میاد به داوری داوران ما که مهمانان ما در برنامه خوشا شیراز هستن انشالله به داوری بذاریم و یک جشنواره از فیلم ها و عکس های شما برگزار بکنیم و بعد هم به عنوان حالا بهترین هاشون و نمایندگانشون ها رو منتخب اعلام میکنیم حتی ممکنه بیاریمشون تو برنامه خیلی ممنون من فقط فکر میکنم که اینجا پای من شکسته برای اینکه این پای بد جوری اینوری تو زاویه است چون جا نمیشده احتمالاً این آره باره دست در نکنه یه دکترم بریم خب بچه هم نمیدونم چقدر وقت داریم یه کار دیگه از بهنام باید بشنویم درسته یه کار دیگه از بهنام داریم که بشنویم پس ما باید الان شروع کنیم دیگه صحبت‌های پایانیمون رو انجام دادن شما به جز کاری که الان توش تخصص دارین هنر دیگری رو هم تجربه کردین نقاشی میکنی خط من نقاشی میکردم من هم مادرم نقاشه هم خواهر که کوچیک‌تره آخه چرا خوب هر دو نقاش هست نقاش حرفه‌ای خواهرم اصلا رشته تحصیلیش گرافیک بود مادرم نه اونم به شکل حرفه‌ای نقاشی و تو هم تجربه کردی بله استعداد خوردیم یه چیزایی از مادر و هیچ وقت نخواستی که واسه این تجربه رو خورده بیشتر الان که بیکاری هم پیش میاد و اینا انقدر اون دوتا قوی تر از من بودن که دیگه من هر سر رو آره تو خانواده هر کسی یه کاری میکنه دیگه یک نقاشی میکنه یک بازیگری بابا هم که فقط درس و دفعه کنم هنر پدرم چیه کار تو کارشون آره خیلی زار همین که انقدر جدیه تو کار خودش و اصلا شوخی نداره با مقوله‌ای به اسم فوتبال اهل ورزش هم هست بابا خودش نه متاسفانه نه خانواده شما چی؟ اهل ورزش داریم؟ اینجوریه دیگه خیلی خب اگه قرار باشه بریم برای حرفای پایانیمون و صحبتهای آخرین دوست دارین که با مردم شیراز با مردم استان فارس با مخاطباتون که از همین فیروزآباد خودمون اینجا بود تا لارناکای قبرس و تورنتو در کانادا اون تورنتو رو پخش کردیم هفته دیگه آره ما از تورنتو هم برامون بخش تصویری اومده که ازشون تشکر میکنیم ولی اگه بخوایم باشون حرف بزنیم چی میخوای بهشون بگید؟ من واقعا خیلی خیلی دوست داشتم بیام به استان فارس جایی که اصلیتم به اونجا برمیگرده این اتفاق قرار بود به شلوغی بیفته که بیایم سینما پرسیای فکر کنم شیراز که نشد خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد همه بایستادم خدا شکر که این اتفاق افتاد ممنونم از شما از تهیه کننده برنامه‌تون که این فرصت رو به من دادین که بیام ممنون از شما که وقت گذاشتین اومدین برات آرزوی موفقیت روزهای بسیار بسیار خوب اون چیزی که حقته به خاطر اینکه توی برخوردی که همه آدم‌هایی که با تو داشتن و تو رو از نزدیک شناختن چون تو احتمالاً خیلی کمی بار میری
زیاد دیده نمیشی توی جمع، تو برنامه تلویزیونی زیاد دیده نمیشی، ممکنه در موردت خیلی موضوعات مختلفی رو بگن، ولی واقعیتش اینه که تو بسیار دوست داشتنی هستی. آرزوی موفقیت، اتفاقات بسیار بسیار. ما با شاهرخ استخری خداحافظی میکنیم، همینطور با بهنام صفوی. چقدر هم دست شما درد نکنه. آره میخوایی اینو پس ما ببریم بیرون، من و شاهرخ پس